خط خبرها. پرچم نیمه افراشته در سوگ قربانیان حمله های پسین کابل و لوگر. بسم الله الرحمن الرحیم. درس تعطیل است، دانش آموزان دعا می خوانند. بار ملامتی وضعیت کنونی بر دوش امریکا. After that, Taliban have developed a position. عبدالله می گوید محاسبه امریکا برای گفتگو با طالبان نادرست بود. واکنش ها در پیوند به آتش بس دو طرفه در روزهای عید. We call on the Taliban and Afghan leaders to engage seriously. امریکا بازگشت به خشونت را بی‌معنا و غم‌انگیز می‌گوید. و تیراندازی در مکتب در کازان روسیه. 11 تن جان باختند و شمول یک آموزگار. سلام و وقت بخیر. افغانستان امروز سوگ عمومی داشت و پرچم کشور به حرمت خون قربانیان هفته های خونین کابل و لوگر نیمه افراشته بود. دانش آموزان مکتب سید الشهدا در غرب کابل از حکومت می خواهند به جای اعلام سوگواری عمومی عاملان این رویدادها را به کیفر برساند. مدیر مکتب سید الشهدا آمار قربانیان حمله روز شنبه را بیش از 100 تن می گوید، اما آمار تایید شده 85 تن است. همزمان شورای امنیت سازمان ملل خواستار به کیفر رساندن عاملان حمله بر مکتب سید الشهدا شده است. گیتی رحیمی جزئیات می‌دهد. گویی زندگی اینان را در هم کوبیده. زمین زمان جایشان نمی‌دهد. داد و فریادشان سکوت مکتب را هر چند لحظه می‌شکند. شریفه در صحن مکتب نشسته، جایی که میگوید روزها با هیچ امکانات و نبود و استاد با صنفی هایش می نشستند و بلند پروازانه با آینده می اندیشیدند و درس می خواندند. پارسال استاد نداشتم صنفای 12 مار درس می داد. یک رومت گفت شاگرده چی آرزو داره؟ اگر گفت من می خواهیم پولیس شم، اگر گفت من می خواهیم دکتر شم، امی آرزو آردش دارد که خدا اگر نمانده برده. حالا اینجا ماتم سرا شده. حالا ما بلدین بایی شما ده این شیش تک حال بیشنان شما امنیت گرفتن میتونید مکتب خالی را امنیت میگریم. میچند یه اولاد مردم از این مایی را زد کشتن. دانش آموزان میگویند پیش از رویداد هم برایشان گفته شده بود که مکتب زیر تهدید است. آقای عبدالله، آقای اشرف خانی، اگر شما صدای من میشنوید، من خدا خدای ما معلم بخواستیم جواب معلم ما همی بودن. خسته شدیم دیگه از این زندگی. خدای تو چی وقت باید شهیدای ایران باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مکتب به فاتحه خانه مبدل شده. ما به 35 نفر. آموزگاران هم امروز خود مشوره های روانی میگیرند. روانهایشان به شدت آشفته و تخریب شده. مدیر مکتب با همکارانش فرصت کرده تا فهرست قربانیان را به حاضری های صنف سر دهد تا شمار دانش آموز جان باخته را دریابد. در اون صحنه ای که ما خودمون دیدیم در صحنه حادثه، ما شاید میگیم شاید بالاتر از 100 نفر شهید داده باشن و 200 نفر زخمی باشن. ولی چیزی که برای ما دیروز که از وزارت داخله آمده بود، 85 نفر فعلا شهید گذشت داده شده. سه روز پس از رویداد خونین بر این مکتب، حکومت به بازسازی این مکتب کهنه اقدام می کند. کار بازسازی مکتب سید الشهدا را آغاز کردیم و کارهای ما فعلا که جریان داره کارهای نجاری است، رنگمالی است، همچنان سیستم برقش است. نیروهای امنیتی می گویند هنوز بررسی هایشان در مورد این حمله تکمیل نشده است. حالا پس از وقوع رویداد امنیتش را هم گرفتند، حتی نیروهای ویژه حضور یافتند. آیا این کارها دانش آموزان خفته در خاک را می تواند بیدار کند؟ شما می بینین که چندین قبرستانی که از شهدای مکتب سید الشهدا است در همین بخش اینجا آوردیم تدفین کردیم. وزارت معارف حمله بر دانش آموزان را حمله بر معارف می داند. بالای تمام دستندرکاران این جنگ نامشروع صدا می کنیم. معارف افغانستان بی صلاح، معارف افغانستان غیر سیاسی، معارف افغانستان وظیفه‌اش علم و عرفان به بشریت است. ایره صدمه نرسانین،
ای را حمایت کنین. در ریاست جمهوری هم کابینه مراسم فاتحه خانی برگزار کرده و به طالبان هم پیام می دهد. اما ولی خپل ولسه داره گی ولی خپل خلکو تا ادایت ورکوی چه خپل وطنوالو سره گک نسی چه نداره گی جمعاتو ترازی لجمعات نداره گی چه خلکو سره منزو که شیطان هم نمیتونه ایت یک پلان گذاری کنه که بیای 86 تا کودک از بین ببرن. یک تا اگر موتر بم می بود و ما فکر میکردیم که خوب از پیششان شاید اشتباه شده باشه، مکتب خیال کدام قرارگاه کرده باشند. عضوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد در خبرنامه حمله بر مکتب سیدالشهدا در کابل را به گونه شدید محکوم کرده و خواهان به کیفر رساندن عاملان این رویداد شدند. شنبه پیش شماری از دانشجویان در لوگر جان باختند و این شنبه شماری از دانش آموزان در غرب کابل پرپر شدند. حکومت این روز را سوگواری عمومی اعلام کرده. پرچم نیمه برافراشته شده. پرچمی که زیران غیر نظامیان قربانی جنگ می شوند در نبردی که در آن دخیل نبودند. اما این سوتر عبدالله عبدالله میگوید که تصمیم امریکا برای گفتگو با طالبان یک محاسبه نادرست بود، زیرا این گروه هیچ علاقه برای گفتگو ندارد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی به این باور است که طالبان به هیچ یکی از وعده هایشان در توافقنامه دوحه از جمله قطع رابطه با القاعده عمل نکرده است. از سوی هم امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری میگوید حالا که امریکا طالبان را بر رسمیت شناخته باید در بخش سیاسی، راهبردی و اقتصادی با افغانستان همکار باشد. آقای صالح میگوید که از دید او طالبان یک گروه هراس افغان است و به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. هادی سحر گزارش میدهد. با آغاز روند خروج نیروهای خارجی و افزایش دوباره جنگ و خشونت در کشور، به نظر میرسد امیدواری ها به گفتگوهای صلح بیش از هر زمان دیگری کم رنگ شده است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که عدم پابندی طالبان به توافقنامه دوحه نشان میدهد که تصمیم امریکا برای گفتگو با این گروه یک محاسبه نادرست بوده است. آقای عبدالله در گفتگو با سی بی اس تاکید دارد که طالبان روابط با القاعده را حفظ کرده، خشونت را کاهش نداده و با حکومت هم گفتگوی معناداری نداشته است. من امیدوارم محاسبه همکاران امریکایی ما در روند صلح مانند وعده طالبان که در مورد القاعده به آنان داده نباشد. در غیر آن در جانب امریکا این یک محاسبه نادرست دیگر خواهد بود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که هیچ روابط میان هیئت گفتگو کننده دو طرف در دوحه وجود ندارد و در حال حاضر هم رئیس هیئت گفتگو کننده طالبان در پاکستان است. آقای عبدالله میگوید که پس از آغاز خروج نیروهای خارجی روند گفتگوهای صلح هم به شدت پیچیده شده است. آنچه را میدانیم طالبان تا اکنون در عمل هیچ نشانه از خود برای تغییر ذهنیتشان در مورد القاعده و همچنان پناه دادن از این گروه نشان ندادند. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری هم میگوید که طالبان یک گروه هراس افکن است و به صلح باور ندارند. او میگوید که ایجاد دفتر سیاسی طالبان در قطر، آزادی ملا برادر از زندان و اجازه سفرهای آزادانه بر رهبران طالبان کار واشنگتن است و امریکا باید این گروه را وادار به پاسخگویی کند. به عنوان یک کشور نیازمند ما ضرورت داریم که ایالات متحده از لحاظ سیاسی، راهبردی و اقتصادی در افغانستان تعامل داشته باشد. تغییرهای گسترده‌ای که شما امروز در افغانستان می‌بینید به دلیل سرمایه‌گذاری آمریکا است. نگرانی‌ها در حال مطرح شده که این روزها آتش جنگ در گوشه و کنار افغانستان زبانه می‌کشد. آتشی که دود آن بیش از همه به چشم غیر نظامیان می رود. امریکا از اعلام آتش بس در روزهای عید استقبال کرده و خواهان تمدید آن شده است. وزارت خارجه امریکا با ستایش از اعلام آتش بس سه روزه در افغانستان گفته است که بازگشت به خشونت بی‌معنا و غم‌انگیز است و طالبان باید بدانند که بازگشت به خشونت مشروعیت ندارد. زلمه خلیلزاد هم میگوید که مردم افغانستان سزاوار آتش بس دائمی و رسیدن به توافق سیاسی برای پایان جنگند. در همین حال وزیر عدلیه کشور میگوید که جامعه جهانی در 20 سال گذشته در جلوگیری از حمله
های خونین در افغانستان ناکام بوده و با بیرون شدن نظامیان خارجی نگرانی از ادامه این رویدادها بیشتر شده است. هادی سحر گزارش می‌دهد. لحظه شماری برای پایان کامل خونریزی در افغانستان. در 20 سال جنگ خونین افغانستان قرار است مردم برای سومین بار 3 روز دیگر را بدون شنیدن صدای تفنگ و خونریزی سپری کنند. روزهایی که سالهاست مردم خسته از جنگ در آرزوی رسیدن به آنند. تصمیم حکومت و طالبان برای 3 روز آتش بس با استقبال جهانی هم روبرو شده است. وزارت خارجه آمریکا با استقبال از این تصمیم حکومت و طالبان خواهان تمدید آتش بس است. بازگشت به خشونت بی‌معنا و غم‌انگیز است و طالبان باید بدانند که بازگشت به خشونت مشروعیت ندارد. ایالات متحده از طالبان و رهبران افغانستان می‌خواهد که در روند کنونی صلح با جدیت عمل کنند تا مردم افغانستان به یک آینده عاری از هراس افکنی برسند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هم از تصمیم دو طرف جنگ ستایش کرده. هرچند او از سطح بلند خشونت در هفته‌های پسین ابراز نگرانی می‌کند. آقای خلیلزاد بر گفتگوهای صلح بر جنگ به اصطلاح او بی‌معنا تاکید کرده است. گفتمان بدن افغانی به پختگی خود نرسیده و دیپلماسی زیادم صورت نگرفته، اعتماد بین حکومت و طالبان موجود نیست. فکر نکنیم که آتش بس ایام عید سید فطر به درازه بکشه. دست کم تا این دم به نظر نمی رسد طالبان تمایل برای ادامه آتش بس پس از عید داشته باشند. چرا دوربند توافق به صورت که ندی که چیری دو حکومت او د طالبان دوربند توافق به صورت که دوربند سوای بیا منو دی یو طرف کوشش تنظیم کول. امیدواری ها برای دوام آتش بس در حال مطرح می شود که شب گذشته در حمله طالبان بر پاسگاه خیزش های مردمی در ولسوالی جرم بدخشان 7 تن کشته و 4 تن زخمی شدند. از سوی هم منبع های محلی در پروان تایید کردند که عبدالوهاب ثاقب مدیر ارتباطات ریاست حج اوقاف ولایت امروز در ولسوالی سالنگ کشته شده است. در همین حال وزیر عدلیه که به محل رویداد خونین 3 روز پیش در غرب کابل رفته میگوید که جامعه جهانی در 20 سال حضورش در افغانستان در جلوگیری از چنین رویدادهای ناکام بوده است. اسفناک و فاجعه ملی است، نه تنها که مردم افغانستان بلکه دنیا را تکان داده و یک جنایت ضد بشری است متاسفانه. هرچند سرنوشت گفتگوهای صلح همچنان ناروشن است، اما امیدواری ها این است که آتش بس 3 روزه به آتش بس دائمی بدل شود. رویایی که سالهاست شهروندان افغانستان آن را در سر دارند. همزمان با سفر رئیسان ستاد مشترک ارتش بریتانیا و پاکستان به کابل، شمار از مقام های سیاسی میگویند که بریتانیا میتواند پاکستان را به همکاری جدی در روند صلح افغانستان وادار کند. برخی از آگاهان سیاسی تاکید دارند که لندن و اسلام آباد روابط سیاسی نزدیک دارند و وادار کردن پاکستان از سوی بریتانیا امکان پذیر است. اما برخی ها به نیت پاکستان در افغانستان شک دارند و میگویند که این کشور در پی استفاده های سیاسی خودش از روند جنگ و صلح افغانستان است. در حالی که سرنوشت آینده سیاسی افغانستان این روزها به موضوع داغ سیاسی منطقه و جهان بدل شده، کابل روز گذشته میزبان هیئت های ارشد از لندن و اسلام آباد بود. هیئت هایی که به صورت همزمان با رهبری حکومت دیدار و گفتگو کردند. در خصوص روند صلح، روابط افغانستان و پاکستان، نقش پاکستان در پروسه صلح و تاثیرگذاری پاکستان بر طالبان و ختم خشونت ها در افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند. با توجه به پیشینه تاریخی حضور بریتانیا در افغانستان و روابط نزدیک این کشور با پاکستان، امیدواری ها این است که اسلام آباد نقش صادقانه تر در روند صلح افغانستان در پیش گیرد. نقش بریتانیا در منطقه به خصوص در افغانستان نقش بسیار پررنگی است. با رابطه بسیار بسیار نزدیکی که با پاکستانی ها دارن میتونن از این رابطه خود استفاده بکنن و پاکستانی ها را متقاعد بکنن که جنگ راه حل مشکل افغانستان نیست و دیپلماسی میتونه که این چالش را حل بکنه. 5 سال پیش هم زمانی که روابط کابل و اسلام آباد به تیرگی گرایید، لندن برای نزدیکی این دو همسایه همواره ناراض از هم پادرمیانی کرد. حنیف اتمر و سرتاج عزیز، مشاوران آن زمان امنیت ملی افغانستان و پاکستان، با پادرمیانی همتای بریتانیایشان در لندن دیدار کردند.
سفر باجوه به کابل عامل چند پیام است. یکی که دولت افغانستان هموار است، پاکستان انتخاب کرده که اونا در مسئله افغانستان با صداقت کامل برخورد نمی‌کنند. رئیس جمهور غنی هم در آخرین مورد در مقاله‌اش در فاریا نفیرز توپ را به میدان پاکستان انداخت. حالا که بار دیگر پای لندن به میان آمده است، امیدواری ها این است که بازی به نفع افغانستان رقم بخورد. نقش بریتانیای امروز در روابط پاکستان و افغانستان مشمول میشه به چیزهایی که جنرال های پاکستان برای امنیت کشورشان مطالبه کنند. نقش اسلام آباد در روند سرنوشت ساز صلح افغانستان همواره مهم خوانده شده است، اما در افغانستان مردم به نیت پاکستان شک دارند. پاکستان تلاش میکنه در چنین شرایطی هم جلب توجه همکارای بین المللی خود به خود داشته باشه و هم استفاده های ابزاری خود از تحولات افغانستان داشته باشه. در 20 سال پسین افغانستان پاکستان را به تمویل، پشتیبانی و میزبانی از طالبان و سایر گروه های حراس افغان متهم کرده، ادعایی که پاکستان بارها آن را رد کرده است. حالا امیدواری ها این است که با فشارهای سیاسی جهانی و متحدان نزدیک پاکستان، اسلام آباد وادار به برداشتن گام های جدی در روند سال شود. وزارت معارف به هدف تقویت روند دسترسی به آموزش و پرورش متوازن و با کیفیت امروز 17 قرارداد با چند نهاد ملی و جهانی امضا کرد. بر بنیاد این قراردادها این برنامه ها در 11 ولایت کشور به اجرا گذاشته می شود که نزدیک به 260 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد. از سوی هم وزارت معارف میگوید که در حال حاضر نزدیک به 37 میلیون جلد کتاب درسی در حال چاپ است و با برداشته شدن محدودیت های ناشی از خطر ویروس کرونا این کتاب ها از خارج به افغانستان منتقل می شود. زمانی که پروژه چاپ کتاب دیزاین شده بود در سال 2017 تمامی موارد قرارداد مشخص شده بود و ما فیلحال که قرارداد را سر گرفتیم و روند را تسریع بخشیدیم، در بندهای قرارداد تغییرات را به میان آوردن نمیتونستیم که در داخل افغانستان چاپ بکنیم. در هرات بانوان بازرگان با پیشواز از فرار رسیدن عید فطر و برای فروش کالایشان نمایشگاه سه روزه عید بازار برگزار کردند. در این نمایشگاه بیش از 50 بانوی بازرگان کالایشان را به نمایش گذاشتند. گشایش نمایشگاه سه روزه عید بازار با پیشواز از عید. هدف از راه اندازی این نمایشگاه رونق کار بانوان بازرگان است که کاروبار میوه خشک و ابزارهای تزئینی را میکنند. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که بازدید کنندگان میتوانند با کالاهای این بازرگانان سفره های عیدشان را تزئین کنند. بزرگترین چالش که خانم ها در زون غرب دارم نبود بازار مناسب برای تولیدات و محصولات از اونها هست، چون تولیدات و محصولات وارداتی و خارجی که میای خیلی با کیفیت پایین و با قیمت ارزونه ارزه میشه و اکثریت هموطنان ما ترجیح میدن که همون تولیدات و محصولات بی کیفیت و قیمت مناسب خریداری کنن. کمبود بازار فروش و نبود نمایشگاه های دائمی از مشکل های عمده بانوان بازرگان در هرات است. شماره از غرفه‌داران در این نمایشگاه برگزاری این گونه نمایشگاه ها را در معرفی و به نمایش گذاشتن کالاهایشان مؤثر می دانند و می گویند که در ماه رمضان میزان فروششان کم بوده و اکنون با اشتراک در این نمایشگاه امیدوارند در آستانه عید کالای بیشتر بفروشند. خواستم از مردم اینه که اگه چیزی لازم دارم، یعنی بیشتر از اینکه از این نمایشگاه دیدن کنم، خرید کنم، که هم تبلیغاتش برای خانمایی که مثلا توانمندم همین کارا رو پیش میبرم، هم خود اینه یک چیزی گرفته باشم برای خود از اونام خوبه، که یعنی یک چیزی میبینم که یک خانم چیزی تبلیغ میکنه. بانوانی که در این قسمت ها کار میکنن درسته با تمام تلاش خود ما کوشش های خود خود انجام میدیم که یک محصول خوب با کیفیت تولید بکنیم و از لحاظ کیفیت به نظرم طبیعی و خیلی خوبتر باشه، ولی نظر به اینکه مشکلات در قسمت ظرفیت در قسمت بسته‌بندی از اینا ما داریم، فکر میکنم تقاضای مردم کمتر از این قسمت. مقام های محلی در هرات هم بر پشتیبانی از بانوان تجارت پیشه تاکید میکند و میگوید اداره محلی در حد توان امکانات را که در اختیار داشته برای پشتیبانی از این بانوان به کار برده است. ما جلسات متعددی گرفتیم و مشکلاتی که اینا در قسمت جای مکان دارن ما تقریبا رفع کردیم و چندین مکان دیگه در جاهای مختلف با اداره شاربلی برای از اینا در نظر گرفتیم، اما بعضی از مشکلات از اینا مربوط به اداره مرکزی هست که ما دادخواهی ها خب اونجا هم با خود خانم های تجارت پیشه شروع کردیم.
گلم بافی، دوخت لباس محلی، مهردوزی، کفش دوزی، ساخت زیور و ابزارهای تزئینی از صنایع تولیدی بانوان صنعت پیشه در هرات است. بر اساس آمار ریاست امور زنان، در حال حاضر نزدیک به 300 بانوی صنعت پیشه در هرات سرگرم کاروبار بزرگ و کوچک در این عرصه اند. چند خبر کوتاه از جهان. در تیراندازی در مکتب در شهر کازان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه 11 تن به شمول یک آموزگار کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند. شمار از دانش آموزان که تلاش داشتند از پنجره های مکتب فرار کنند به دلیل افتادن از ارتفاع بالا جان باختند. پلیس روسیه یک نوجوان 19 ساله را بازداشت کرده است. در برخی گزارش ها شمار تیراندازان 2 نفر گفته شده است. کازان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه است که جمعیت بیشتر آن مسلمان است. سازمان جهانی بهداشت گونه جهش یافته ویروس کرونا را که سال گذشته در هند شناسایی شد، نگرانی جهانی ارزیابی کرده است. این سازمان میگوید گونه شناسایی شده در هند در حال حاضر بیش از 30 کشور جهان را آلوده کرده است. دولت هند میگوید شواهد از ارتباط بین این جهش و موج دوم بیماری در هند وجود دارد، اما این هنوز کاملا ثابت نشده است. از سوی هم سازمان جهانی بهداشت میگوید واکسن های کنونی در برابر گونه شناسایی شده در هند هم مؤثرند. یافته های اکثر شماری در چین نشان می دهد که جمعیت این کشور با کمترین سرعت در دهه های گذشته در حال رشد است. این روند خطر بروز بحران جمعیتی را در این کشور افزایش داده است. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان اکنون زیر فشار است تا بار دیگر سیاست های تشویقی برای فرزند آوری را در دستور کار قرار دهد. این کشور 5 سال پیش با محدودیت طولانی مدت که به خانواده ها اجازه می داد تنها یک فرزند داشته باشند پایان داد. در آخرین سرشماری جمعیت چین به 1,411,000,000 نفر رسیده است. پس از چند روز ناآرامی در فلسطین، رهبران کشورهای جهان خواستار آرامش شدند. مقام های ارشد اروپا، آمریکا و بریتانیا از طرف ها خواستند تا تنش ها را به سرعت کاهش دهند. در حمله های هوایی اسرائیل در نوار غزه دست کم 22 تن به شمول 9 کودک جان باختند. سازمان هلال احمر فلسطین گفته که در جریان درگیری های چند روز پسین دست کم 13 فلسطینی زخمی شدند. تازه های ورزش با ظاهر نوری. حسین بخش سفری دو مدال طلایش را که از رقابت های داخل سالن آسیا در ترکمنستان و ابوظبی به دست آورده بود، امروز در برابر مکتب سیاد الشهدا به حراج گذاشت تا پول آن را برای زخمیان رویدادهای پسین دشت ورچی و لوگر کمک کند. این مدال ها از این به بعد دیگر در خانه آویزان نخواهد بود. این مدال هایی که با مشقت و بسیار با هم سختی و دعای میلیون ها هموطن عزیز ما گرفته شده، امروز ما می خواهیم که به مزایده یا به فروش برسانم این مدال ها را. سفری از تاجران و سرمایه گذاران می خواهد تا به پاس کمک به زخمیان رویدادهای دشت برچی و لوگر مدالهایش را بخرند. از تاجرهای ملی و بین المللی خواهان هستم که بیاین ایره خریداری بکنند تا ما بتانم از طریق از این پول از این بتانم برای مردم و خواهرها و برادرهای عزیز خود خدمت بکنم که اینا باز هم بتانن دوباره به تحصیل خود برگردند. شمار از باشندگان کابل از این اقدام سفری ستایش میکنند، هرچند از حکومت میخواهند بیشتر به امنیت جانشان توجه کند. برای مردم نشان دادن که هنوز هم انسان دوستی وجود دارد، بشر دوستی وجود دارد. تا چه وقت ما از راه خشونت پیش بریم؟ تا چه وقت همدیگر را بکشیم؟ ما دیگه از این زندگی خسته شدیم. واقعا دیگه آقای عبدالله، آقای اشرف خان، هر کسی که صدای ما رو میشنوه، ما واقعا از این وضعیت خسته شدیم. ما چند روز پیش ما از دولت خواست معلم کرده بودیم، ولی خواست ما رو با انتحار و با انفجار دادن. حسین بخش سفری نخستین ورزشکاری است که مدالهایش را به حراج می‌گذارد تا پول آن را برای زخمیان حمله های مرگبار غرب کابل و شهر پل علم کمک کند. با این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.